به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام، خوش آمدین به یک از ویدیوهای دیگر کانال جنرال انفو. امیدواریم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب نمایید. حکیم ترسن: نتیجه انتخابات مرا وحشت زده ساخت، نمی توانم آن را قبول کنم. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری میگوید که از شنیدن نتایج ابتدایی انتخابات شوکه شده است. او در اظهارات به بی بی سی گفته است میزان آرایی که کمیسیون انتخابات اعلام کرده که به نفع او در صندوق ها ریخته شده او را شگفتی زده کرده است. محمد حکیم ترسن با کسب 6504 رای در رده نهم در بین نامزدان قرار دارد. آقای ترسن میگوید او نه به کمیسیون شکایات انتخاباتی مراجعه میکند و نه هم نتیجه را میپذیرد. این در حالی است غنی از نتیجه انتخابات استقبال میکند. نامزدان اصول بازی را باید بپذیرند. همچنان کمیسیون مستقل انتخابات پیش از چاشت امروز یک شنبه اول جدی نتایج نخستین انتخابات را اعلام کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کنونی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری که بیش از 50% آرای نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری را به خود اختصاص داده است، اعلام این نتایج را پیروزی ملت دانست و به مردم تبریک گفت. و پس از در حدود 7 ساعت از اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری در یک سخنرانی خطاب به ملت گفت امروز جمهوریت تأمین شد، امروز جمهوریت تأمین شد، جمهوریت پابرجاست، جمهوریت دوامدار است و محور جمهوریت شهروندان است و این روز جشن شهروندان است. شهروندان افغانستان این موفقیت را به وجود آوردند. او در واکنش به سخنان تیم رقیب اصلیش عبدالله عبدالله که گفته است نتایج نخستین انتخابات برآمده از آرای تقلبی است گفت که نامزدان انتخابات باید اصول بازی را بپذیرند و قانونمند رفتار کنند. غنی همچنان افزود بازی اصول دارد، اصول را قوانین تعیین کرده است، قانون اساسی افغانستان، قانون انتخابات و نبض مردم افغانستان. اکنون زمان آن است که همه اصول بازی را بپذیریم و در روزهای آینده که کمیسیون محترم شکایات فیصله می کند باز هم تیم ما قانونمند رفتار خواهد کرد و دیگران هم باید قانونمند رفتار کنند. همچنان آقای غنی در ادامه سخنانش هشدار داد که کسی به فکر به قدرت رسیدن از دور تفنگ نباشد. دیگر کسی بر افغانستان از سر میله تفنگ حکومت کردن نمیتواند. باز هم برایتان تکرار میکنم خیالهای خامه که از میله تفنگ کس سر افغانستان حکومت کردن میتواند خیال و خواب است. او همچنان تاکید کرد که از سوی استفاده از نیروهای امنیتی جلوگیری خواهد شد. قوای امنیتی و دفاعی افغانستان یگانه قوایی است که استعمال قوای مشروع را در دست دارد و از انواع سوء استفاده از قوا انشاءالله و تعالی به قوت جلوگیری خواهد شد. اما استعمال قوا از طرف تیم دولت ساز همیشه در چارچوب قانون بوده است. کمیسیون مستقل انتخابات پیش از چاشت امروز یک شنبه اول جدی نتایج نخستین انتخابات را اعلام کرد که بر مبنای آن محمد اشرف غنی با بدست آوردن 50.64% آرا را بدست آورده است. عبدالله عبدالله 39.52% کل آرا از آن او می شود و گلبدین حکمتیار هم 3.85% کل آرا می شود. عبدالله بر اساس آرای پاک تیم
تیم ثبات و همگرایی برنده انتخابات است. عبدالله از کمیسیون شکایت های انتخاباتی خواست که به شکایت ها به گونه شفاف رسیدگی کند. عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری که جایگاه دوم را در نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری از خان خود کرده است، ادعا می کند که بر اساس آرای شفاف برنده اصلی تیم او یعنی تیم ثبات و همگرایی است. او که شام روز یک شنبه در واکنش به اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری در یک نشست خبری حاضر شد، گفت که این نتایج بر بنیاد آرای تقلبی به نفع تیم اشرف غنی اعلام شده است. ما با تمام قدرت از رأی مردم دفاع میکنیم. هیچ شکی نیست که بر اساس رأی پاک مردم ما برنده انتخابات هستیم. تیم ثبات و همگرایی برنده انتخابات است. همچنان این نامزد انتخابات ریاست جمهوری کمیسیون مستقل انتخابات را متهم کرد که با گفته او تقلبکاران همدست شده است. ما انتظار داشتیم کمیسیون مستقل انتخابات آرای پاک را از آرای ناپاک جدا سازد، اما کمیسیون با تقلبکاران همدست شد و جواب قانع کننده به ما ارائه نکرد. عبدالله همچنان افزود به قصد این که به هر ترتیبی که شده ارقام را بالاتر از 50 نشان داد. چند مجموعه تقلبی دیگر هم وارد آرای پاک شده و چی من؟ 2400 صندوقی که در موردش معلومات بایومتریک وجود نداشت، 300 صندوق شامل شده، حساب شده که شامل حدود 4000 رای می شود و همچنان 295 محل دیگری که ارقامش بالاتر از ارقام ثبت شده است در ملوک است. آن را هم شامل ساخت. و 105 محل دیگر هم که محلی وجود نداشته و فقط اوراق نتایج وجود داشته و صندوق نبوده، همان را هم اعتبار دارد. در این نتایج اشرف غنی 50.64 درصد آرا را از آن خود کرده است، در حالی که از عبدالله 39.52 درصد است. این نتایج بر مبنای آرای اعلام شده می باشد. عبدالله از کمیسیون شکایت های انتخاباتی خواهد که به گونه شفاف به شکایت ها رسیدگی کنند. ما در مورد 300,000 رای ادعا داشتیم و داریم و از کمیسیون شکایت های انتخابات توقع داریم که در مطابقت با قانون این آرا را که ارقامی هست اما معلومات بایومتریک در آن نیست و یا خارج از زمان به کار گرفته شده، اینها را از آرای پاک مردم جدا کنند و بازشماری آرا را که ناظران ما و دیگر نامزدان نبودند هم آغاز کرد. نامزد انتخابات ریاست جمهوری همچنان هشدار داد که اگر به خواسته های آن رسیدگی نشود، از گزینه های دیگر استفاده خواهد کرد. بار دیگر تقلبکاران مجال تسلط و حکومت بر مردم نمی داشته باشند. تنها رای پاک نتیجه انتخابات را تعیین می‌کند. در صورتی که دایه بر حق عدالت خواهانه ما که برای شفاف سازی انتخابات است تحقق پیدا نکند، ما هر گزینه مشروع و قانونی دیگر را برای خود مجاز می‌دانیم. در همین حال شمار دیگر از نامزدان هم نسبت به اعلام نتایج نخستین انتخابات ملاحظه هایی دارد. رحمت الله نوید یکی از نامزدان میگوید که حکومت برخواسته از یک تقلب کشور را به بحران گسترده خواهد برد. باید به حکومت جعلی کف نزنید. به چهره تقلبی و جعلی نباید کف بزنید. رهبر مردم افغانستان باید از میان مردم برخواسته باشد. احمد علی مسعود از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز میگوید که اعلام نتیجه نخستین پر از تقلب آغاز تازه یک بحران بزرگ در کشور خواهد بود. آغاز به این معنا است که از امروز شروع تا وقتی که این وضعیت است و این حکومت است، بحران بیشتر و بیشتر می شود و نکمتر.
اشرف غنی رئیس جمهور کنونی و نامزدی که 50.64% رای را از آن خود کرده از اعلام نتایج سپاسگزاری کرده است. او از نامزدان معترض خواسته است که اصول بازی را بپذیرد و قانونمند رفتار کند. نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد. اشرف غنی پیشتاز است. سرانجام پس از در حدود 3 ماه کمیسیون مستقل انتخابات پیش از چاشت روز یک شنبه اول جدی نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که این نتایج بر بنیاد 1,008,024,401 رأی که نزد این کمیسیون قابل اعتبار بوده است محاسبه شده است، که در نتیجه محمد اشرف غنی با بدست آوردن 50.68% آرا را بدست آورده است. عبدالله نامزد دیگر انتخابات 39.52% کل آرا می شود. به همین ترتیب گلبدین حکمتیار که 30.85% کل آرا می شود. دوستان عزیز، تشکر از این که تا این دم با ما بودین. تا دیدار بعد، بدرود.